تصادف اعتقادی ندارم. من به وعده الهی اعتقاد دارم. من در یک خانواده مسلمان به دنیا آمدم و خدا نقشه ها داشت، نقشه های عالی. در روزی که من میخواستم خودم رو بکشم، عیسی مسیح خودش رو بر من آشکار کرد و به من زندگی تازه‌ای بخشید. و اگر با من دعا کنی و باور داشته باشی، خداوند امروز زندگی تازه‌ای به تو خواهد داد. عیسی مسیح واقعیه، او زندگی ها رو عوض میکنه، سرنوشت رو تغییر میده، اون آدم ها رو عوض میکنه و اون آدم ها میتونن دنیا رو تغییر بدن. دوستای عزیز، من ایشی گبله هستم. خوشحالم که در خدمت شما هستم تا کلام خدا رو موعظه کنم، نیکوی خدا رو با هیجان کامل. امیدوارم روح خدا در قلبتون کار بکنه اگر ایمانتون بر عیسی مسیحه و اون مدام شما رو یادآوری میکنه، بهتون میگه درباره خدا، خدای واقعی. امروز چیزی رو که میخوام بگم، چیزی که در گذشته برام خیلی اتفاق افتاده و من مدام بهش فکر کردم و خیلی براش دعا میکردم تا اینکه خدا من رو به این قسمت از کلام هدایت کرد. ولی قبل از اینکه براتون بخونمش، میخوام ازتون بپرسم، آیا قوی هستین؟ یا سعی میکنید که قوی باشین؟ آیا ضعیفین؟ یا احساس ضعیف بودن میکنید؟ شاید احساس ضعیف بودن میکنید ولی سعی میکنید قوی به نظر بیاید. نمیدونم چرا، ولی خیلی ها به هم میگفتن که تو باید آدم قوی باشی، باید اعتماد به نفس داشته باشی. ولی برعکس این کلام و پیشنهادات، همیشه احساس ضعیف بودن میکردم. خیلی اعتماد به نفس پایینی داشتم. همیشه با این حال، وقتی خدا میاد، از وقتی که به اون تکیه کردم، از وقتی که با توکل به قدرت اون زندگی میکنم، من یک قدرت عظیم و اسرارآمیز پیدا کردم در زندگی روزانم. پس امروز میخوام از صحبت‌های پولس رسول براتون بگم. در دوم قرنتیان 11 از آیه 21: اما در هر چیزی که کسی جرأت دارد از راه بیفهمی میگویم، من نیز جرأت دارم. آیا عبرانی هستند؟ من نیز هستم. اسرائیلی هستند؟ من نیز هستم. از ذریت ابراهیم هستن؟ من نیز می باشم. آیا خدام مسیح هستن؟ چون دیوانه حرف می زنم، من بیشتر هستم. در محنت ها افزونتر، در تازیانه ها زیادتر، در زندان ها بیشتر، در مرگ ها مکرر. از یهودیان 5 مرتبه از 41 کم تازیانه خوردم. 3 مرتبه مرا چوب زدند. 1 دفعه سنگسار شدم. 3 کرت شکسته کشتی شدم. شبانه روزی در دریا به سر بردم. در سفرها بارها، در خطرهای نهرها، در خطرهای دزدان، در خطرها از قوم خود و در خطرها از امتها، در خطرها در شهر، در خطرها در بیابان، در خطرها در دریا، در خطرها در میان برادران کذبه، در محنت و مشقت، در بیخوابی ها بارها، در گرسنگی و تشنگی، در روزها بارها، در سرما و عریانی. بدون آنچه علاوه بر اینها است، آن باری که هر روزه بر من است، یعنی اندیشه برای همه کلیساها. کیست ضعیف که من ضعیف نمی شوم؟ که لغزش می خورد که من نمی سوزم؟ اگر فخر می باید کرد، از آنچه به ضعف من تعلق دارد فخر می کنم. خدا و پدر عیسی مسیح خداوند که تا ابد متبارک باد، می داند که دروغ نمی گویم. در دمشق والی حارسش پادشاه شهر دمشقیان را برای گرفتن من محافظت می نمود و مرا از دریاچه در زنبیلی از باره قلعه پایین کردن و از دستهای وی رستم. و در ادامه در دوم قرنتیان 12:6: لیکن اجتناب می کنم مبادا در حق من گمانی برد فوق از آنچه در من بیند یا از من شنود.
و تا آنکه از زیادتی مکاشفات زیاده سرفرازی ننمایم. خاری در جسم من داده شد. فرشته شیطان تا مرا لطمه زند مبادا از زیاده سرفرازی نمایم و درباره آن از خدا من 3 دفعه استدعا نمودم تا از من برود. مرا گفت فیض من تو را کافی است، زیرا که قوت من در ضعف تو کامل می گردد. پس به شادی بسیار از ضعف های خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود. بنابراین از ضعف ها و رسوایی ها و احتیاجات و زحمات و تنگی ها به خاطر مسیح شادمانم، زیرا که چون ناتوانم آنگاه توانا هستم. شاید امروز که دارین این برنامه رو تماشا میکنین و این کلمات رو میشنوین، شما در تاریک ترین شرایط زندگیتون قرار دارین. شما در این شرایط گیر کردین، حالا در ابتدا، در انتها، در وسط، ولی نمیدونین که این آزمایش کی تموم میشه. شما در یک آزمایش سختی قرار دارین و سعی میکنین که تمام قدرت و انرژیتون رو جمع کنین تا تحمل کنید، درد رو تحمل کنید. روزها میگذره، سعی میکنین که دعا کنین ولی نمیتونین، حتی نمیتونی دعا کنی. یه وقتهایی دوستتون شما رو به جایی دعوت میکنه ولی اینقدر قلبتون سنگینه که نمیتونی از اونجا بودن لذت ببرین. حتی از خوردن غذای مورد علاقتون هم لذت نمیبرین. از زندگی لذت نمیبرین. دانی از شرایط چنان سخت و طاقت فرسایی رد میشین که اطرافیانتون فقط به پشتتون میزنن و میگن قوی باش. و شما سعی میکنین. سعیتون رو میکنین. خب امروز میخوام اون بار رو از روی شونه هاتون بردارم و بهتون بگم توسط این آیات اشکالی نداره که ضعیف باشیم. اشکالی نداره که بگیم من ضعیفم خداوندا و من به تو تکیه میکنم. و این هیچ اشکالی نداره، زیرا زمانی که متوجه شدین که به اون نیاز دارین و نمیتونین به تنهایی ادامه بدین، در جای خیلی خوبی قرار دارین. یادم یاد وقتی برای اولین بار به کلیسا رفتم بعد از اینکه ایماندار شدم، اون صبح یه صبحی کشمکش داشتم باید برم کلیسا یا میتونم این کار مسیحی رو خودم انجام بدم تو خونه، و ناگهان صدای خدا رو شنیدم. بهم گفت برو برو. از تختم پریدم بیرون و با همون لباسام، لباس خوابم یا پیجامه خوابم، از در زدم بیرون و رفتم کلیسا. اولین باری که به کلیسا رفتم، میخواستم که دیده نشم، چون تمام عمرم میخواستم که دیده نشم. یادم یاد وقتی که والدینم با هم دعوا میکردم، من عادت داشتم که خودم رو پشت مبلا یا پشت کمد قایم میکردم که اونا منو نبینم. من خیلی عادت داشتم که دیده نشم، که یهو گرفتار چیزی نشم، کسی اذیتم نکنه اگه خودم رو قایم کنم. و اون روز بر اساس عادت، یا شایدم به خاطر نداشتن لباسای فنسی، نداشتن آمادگی برای رفتن به کلیسا، سعی داشتم که دیده نشم. وارد کلیسا شدم، نشستم روی آخرین ردیف صندلی‌ها در یه گوشه‌ای و خودم رو قایم کردم. اولین بار بود که شنیدم، اولین بار محبت شگفت‌انگیز. اولین بار بود که شنیدم محبت میتونه ببخشه. و یه اتفاقی در قلبم افتاد. فکر کردم اون سرودها قشنگترین آهنگهایی هستن که من تو زندگیم شنیدم. و من به رو افتادم روی زمین و گریه کردم و به عیسی گفتم به من نگاه کن، به من نگاه کن، من هیچی ندارم تقدیم کنم، ولی میخوام که خدمتت کنم خداوندا. تمام عمر باقی ماندم، زار زدم و با یک صدای محکم عیسی مسیح با من صحبت کرد و خیلی خیلی روشن بود و به هم گفت اون هیچ رو به من بده.
اون هیچ رو به من بده ایشک و من از اون چیزی میسازم که نمیتونی حتی تصور کنی. و اون کرد، اون کاری رو که گفت کرد. اون همیشه به وعده هاش عمل میکنه. بعد از چند ماه رفتم به کلیسا. من رفتم پیش شبانم و گفتم کشیش میخوام یه کاری به ام بدی بکنم که هیچ کس نمیخواد انجامش بده. میخوام که آشغالا رو ببرم بیرون، میخوام که دستشویی ها رو بشورم، چیزایی به ام بده که هیچ کس نمیخواد انجام بده. اون به هم لبخند زد و گفت باشه، میخوام که یک شنبه بعد بیای و شهادت زندگی تو بدی. منم گفتم باشه. رفتم خونه، دیکشنری رو باز کردم که ببینم معنی شهادت چیه و دیدم شهادت زندگی یعنی صحبت کردن در مقابل یک جماعت. گفتم اوه نه، من قراره حرف بزنم؟ نمیتونم، من هیچ اعتماد به نفسی ندارم، من نمیتونم مقابل مردم حرف بزنم. ولی چون بهش گفتم باشه، به قولم عمل کردم و یک صبح یک شنبه من پشت منبر ایستادم در مقابل یک جماعت تقریبا زیاد و شروع کردم به گفتن اینکه عیسی مسیح برای من چی کار کرده. یادم یاد که من همه چیز رو نوشته بودم روی تقریبا 10 صفحه و من شروع کردم به نگاه کردم، به نوشتم و خوندم. اون موقع زبان انگلیسیم خیلی خوب نبود و چون تو آمریکا بودم باید شهادتم رو به انگلیسی میدادم. اگر فکر میکنید که من الان لهجه زیادی دارم، باید من اون موقع میشنیدین. تقریبا 13 سال پیش و هی فکرهای مختلف میومد و دشمن خیلی خوبه تو این کار، هیچ کس تو رو نمیفهمه، داری چی کار میکنی اینجا؟ حتی قبلش اون گفت خودت رو مسخره همه میکنی. و اون روز من به اون صدا اینو گفتم، گفتم بذار که مسخره بشم اگر قراره برای عیسی باشه. و من رفتم و شهادتم رو دادم. در آخر باور کنید احساس بدی داشتم، چون دشمن به همی گفت این یه سیرک بود و تو دلقکش بودی. و همونجا یک خانومی بعد از اینکه تمام شدم، یک زنی سمت من اومد. اون گفت من 9 ماه حاملم، داشتم حاضر می شدم که برم خودم بندازم توی رودخونه یکم دورتر. من یک معتاد هستم، 2 تا پسر دیگه دارم توی خونه و امروز تصمیم گرفته بودم خودم رو بکشم. ولی عنوان کلیسا رو دیدم، اسمشو، بهم امید داد و به این فکر کردم که شاید، و بدون اراده به سمت کلیسا راه افتادم و داخل شدم. و وقتی که شهادت زندگی تو رو شنیدم به خودم گفتم اگر خدا برای اون انجام داد، عیسی مطمئنن برای منم انجام میده. میتونی کمکم کنی؟ میتونی تو دعا کردن کمکم کنی؟ و بعد از اون خانم یه نفر دیگه، یکی دیگه، یکی دیگه، خدا اونها رو به شکل خاصی تکون داد. دوستای من، بعضی وقتا توی دنیا به ما یاد میدن که تو باید محکم باشی، تو باید قوی باشی، تو باید اعتماد به نفس داشته باشی. کتابای خیلی زیادی پیدا میکنی برای بالا بردن اعتماد به نفس که بتونی به این شکل رفتار کنی یا باید اینجوری صحبت کنی که خوب به نظر بیای. ولی من اینجام که برعکس اینو بهت بگم، مثل چیزی که پولس میگه، حتی بعد اون میگه اعتماد ما بر جسم و خون نیست، اعتماد ما بر توانایی های ما نیست، در مدارک تحصیلیمون، در ذکاوتمون، در ظاهر خوبمون، در صحبت کردن، در خوب عمل کردن. ما فقط اعتماد به نفسمون رو میذاریم بر عیسی مسیح ناصری که قدرت داره. بعضی وقتا میایم وارد ملکوت خدا میشیم، ما مسیحی میشیم و شروع میکنیم به گشتن به دنبال چیزهای غیر عادی توی زندگیمون. خدا تنها چیز غیر عادی در زندگیمونه. اون انتخاب میکنه، اون ساده دلان دنیا رو انتخاب میکنه تا حکیمان رو شرمنده کنه، اون ضعیفان رو انتخاب میکنه، جهال جهان رو تا حکیمان رو رسوا سازه. اون چیزهایی رو انتخاب میکنه که هیچند. اون به من گفت ایشیک،
اون هیچ رو به من بده. اون هیچ رو به من بده. من میتونم ازش چیزی بسازم که حتی نمیتونی تصور کنی. اون ماهی های کوچولو رو بهم بده. اونای توی سبد رو به من بده. و به خاطر اون هیچی که داشتی سپاسگزاری کن. البته من بیشتر از هیچ داشتم. دو تا دست داشتم. دهن داشتم. سلامتی داشتم. میتونستم خیلی کارها برای عیسی بکنم. ولی با این حال من گفتم هیچی. اون میدونست من چی دارم و چی کار میتونم بکنم. و توی لباس خوابم بودم اون روز و روی زمین گریه میکردم، ولی عیسی داشت منو در لباس روحانی میدید. چون فقط ما ظاهر مردم رو میبینیم، ولی خدا اونها رو اون چیزی که قراره بشن میبینه. شاید همه داشتن میدیدن دیوید رو به عنوان یک چوپان کوچیک. حتی سموئیل نبی نتونست اونو تشخیص بده. به برادرها نگاه کرد، برادر بزرگتر، یکی یکی. آیا اینه؟ شاید اینه، شاید همونه. این خوب به نظر میاد. ولی خدا بهش گفت مردها و زنها، اونها به چیزهای ظاهری نگاه میکنن، ولی من به باطن اونها، من به قلب اونها نگاه میکنم. خدا تک به تک ما رو ارزیابی میکنه بر اساس قلبمون و اون کارهای شگفت انگیزی رو در انسانهای معمولی به کمال میرسونه. مثل من، اگر قرار باشه من خودم رو با یک چیزی مقایسه کنم، یک موجودی، میدونی من خودم رو با چی مقایسه میکنم؟ یه حلزون کوچیک. یه حلزون کوچیک توی جنگل بزرگ. توی جنگل فیل هست، زرافه، شیر، حیوانات بزرگ بزرگ. یه حلزون خیلی ناچیزه که داره سعی میکنه راهش رو پیدا کنه، سعی میکنه که فقط زنده بمونه. شاید فقط دعا میکنه که هیچ کدوم از اونها روش پا نذارن، چون اگه کسی روش پا بگذاره فقط میشه اوپس. اون شخص فقط به پاش نگاه میکنه که تمیزش کنه، یعنی هیچی. ولی خدا اون حلزون رو میگیره و روحش رو، روح مقدسش رو در اون زنی که احساس میکنه یک حلزونه، میدمه و اون رو در مقابل جماعتها قرار میده و اون زن تبدیل میشه به یک شیر، فقط با قدرت خداوند. اگر شما منو بعد از اینجا ببینید، اگر منو توی کافی شاپ ببینید، میبینید اگر من در اون محدوده خودم نباشم، اگر من درباره عیسی مسیح صحبت نکنم، چقدر خجالتیم و چقدر همه چیز معمولیه درباره من. ولی وقتی که درباره قدرت خدا و عیسی صحبت میکنم که خیلی تو زندگیم واقعیه، توی اون لحظه یه اتفاقی میفته که یک شخص ضعیف قوی میشه تا جایی که اون شخص اعتماد کنه به عیسی مسیح. قبل از هر برنامه ای از من میپرسن آیا حاضری؟ و من هیچ وقت حاضر نیستم. ولی در لحظه ای که شروع میشه، اگر تمام توکلم بر مسیح عیساست، آمادگی پیدا میکنم. نه اینکه من یه چیزی دارم که بتونم بهش ببالم، همونطور که پولس میگه، بلکه فقط به خاطر اعتماد کردنم به نجات دهندم. پدرم، داشتیم قبل از این برنامه درباره قوی بودن و نبودن با هم صحبت میکردیم و یک مرد جوانی هست، یک مرد 17 ساله، 16 یا 17 ساله در این استودیو که داره کمک میکنه. و امروز داشتیم میگفتیم که آیا یه مرد باید گریه کنه یا نه، و اون میگفت که من گریه نمیکنم. کجای کتاب مقدس گفته؟ در کدوم آیه که یه مرد نباید گریه کنه؟ دوست دارم وقتی ببینم، به خصوص در کلیسا، که یک مرد گریه میکنه، برام لذت بخش دیدن مردی که گریه میکنه. نه به خاطر اینکه اونها رو ضعیف میبینم، فقط به خاطر اینکه روح مقدس به شکل خاصی در قلبشون کار میکنه. قلب مردم، مردمی که قوی هستن، یه قلب حساس میشه نسبت به کلام خدا. پدرم یکی از اون آدمایی که از دید دنیا قوی به حساب میاد، هیچ وقت گریه نمیکنه. توی خونه یا این من بودم که گریه میکردم یا مادرم.
و اون عصبانی می شد. چرا گریه می کنید؟ دیگه گریه نکن. این تکه کلامش بود. ما با دیدن یه فیلم غمناک گریه می کردیم. حتی من خیلی کارتون می دیدم و بازم گریه می کردم. وقتی که یه داستان غمگین می شنیدم. باورتون نمیشه. من هم خیلی می خندیدم و هم خیلی گریه می کردم. و پدرم از دستمون خیلی عصبانی می شد. و خیلی اون قبلا آدم خیلی تبعیض‌گرایی بود نسبت به ارمنی ها. و یه روز صبح وقتی رفته بودم دیدنشون بیدار شدم و گفتم من دارم میرم کلیسا. در یک کشور مسلمان گفتن این که من دارم میرم کلیسا خیلی عادی نیست. پدرم گفت من نمیخوام باهات بیام. گفتم چرا میخوای باهام بیای؟ من نمیخواستم که اون باهام بیاد. چون بیپروا حرفش رو میزنه و اگه یه چیزی تو کلیسا میگفتن که اون دوست نداشت، اون موقع اون هنوز مسلمان بود. من نمیخواستم اون اونجا باشه چون میتونست بلند، واضح و بی‌ادبانه بدون رعایت ادب و احترام کشیش. گفتم بابا من نمیخوام تو ماما بیایم. اون گفت چرا نه؟ میخوام بیام تا هوا تو داشته باشم. نباید تو خیابون تنها بری. تو توی تیوی هستی. یه متعصب تو رو ببینه میکشتت. میخوام که ازت محافظت کنم به عنوان پدرت. بابا بهش گفتم این یه کلیسای ارمنیه. با آگاهی از اینکه چقدر متعصبه. و اون گفت آه این کافی نیست که تو کشورمون زندگی میکنن حال کلیسام دارن؟ گفتم بله کلیسا دارم و من کشیش رو خیلی دوست دارم و عاشق اون کلیسام و من امروز میرم که در اون کلیسا پرستش کنم. اون گفت خب اگه تو اونجا میری منم باهات میام. و من تو دلم دعا میکردم که یه کار خجالت آور نکنه، میدونی، بیادبی به اون مکان. پس اون با هم اومد با یه رفتار آنچنانی و مردم میومدن پیشم و بغلم میکردن و میگفتم که اینجایی و حتی شروع کردن به پدرم گفتن که این برنامه های زنده تلویزیونی توی زندگی و قلبشون چه کارهایی میکنه. شروع کردن به گفتن شهادت زندگیشون با من و پدرم خیلی ساده و خیلی معصوم، آدم های فوق العاده. و بعد کشی شروع کرد، قبلش پرسه شروع شد و من پدرم رو دیدم با یه قیافه نگاه میکرد و هر اتفاقی رو که ممکن بود تو قلبش اتفاق بیافته رد میکرد با یه قاطعیت. از ظاهرش میتونستی بگی که داره سعی میکنه قوی باشه. و بعد از پرستش کشی شروع کرد به موعظه کردن و پدرم فقط مدام قرم میزد و نق میزد. اوف آره همینه. هرچی کشیش میگفت پدرم میگفت آره همینه، آره همینه. و بعد از یه مدت ایستاد و باورم نمیشد که تموم شده و پیش خودم گفتم حتما خسته شده. و بعد از چند دقیقه کشیش شروع کرد به دادن شهادت زندگیش. برای همین من عاشق شهادت هام. ما میتونیم بر شرارت غلبه کنیم با خون آن بره و با بیان شهادت زندگیمون. تشویقتون میکنم که شهادت زندگیتون رو بدین، چون هر دفعه که من شهادتم رو میدم خدا نه فقط خدا موانع رو بر میداره بلکه یک شفای تازه در قلبم جاری میکنه. خجالت نکشین از شهادت زندگیتون. بیاین به دنیا بگیم که چقدر ما بد بودیم که اونها بدونن که چقدر خدای ما خوبه. و این مرد با فروتنی شروع کرد به گفتن شهادت زندگیش. پدرم رو دیدم که سرش رو بین دستاش نگه داشته، پنهان کرده. بعد از چند دقیقه دیدم که این مرد محکم، این مرد قوی گریه میکنه. مسلماً این قلبم رو شکست که دیدم پدرم گریه میکنه در یک کلیسای ارمنی. گریه کرد و گریه کرد و گریه کرد. بعد از اون نمیخواست که صحبت کنه. نمیدونم چرا اینقدر ساکت بود، اون حرف نزد. وقتی که رسیدیم خونه میخواستم یه چیزی بهش بگم که ببینم چشه، ولی به سکوتش احترام گذاشتم که خیلی کم پیش میاد. اون همیشه یه چیزی برای گفتن داره. او خیلی ساکت بود. بعدها بهم گفت اون ساکت بود چون اگر شروع میکرد به حرف زدن، شروع میکرد به اشک ریختن و شکستن. برای همین ساکت موند. مادرم اومد و متعجب بود این چه شده؟ و منم گفتم بعدم بهت میگم. مادرم هنوز یه مسلمونه. پدرم
در تمام مدت ساکت بود. روز بعد من در یک کنفرانسی صحبت میکردم و اون با هم اومد و من حرف میزدم. جمعیت بزرگی بود و در بین مردم وقتی که داشتم موعظه میکردم شروع کردم به شنیدن هقهقه گریه. در آخر مردم رو برای پذیرفتن عیسی به جلو دعوت کردم. پدرم در بین جمعیت نبود. خیلی ها اومدن و نجات یافتن. ولی وقتی که داشتیم کلیسا رو ترک میکردیم به هم گفت وقتی که داشتی دعای نجات رو میکردی من عیسی مسیح رو به قلبم دعوت کردم. با گریه. ما رفتیم خونه. نمیتونم بگم. نمیتونم بیان کنم. ابراز کنم. اون شادی که در قلبم بود. هنوزم دارم. رفتیم خونه. اون همیشه یک مرد خائن و آزاردهنده‌ای بود نسبت به من و مادرم. اگر شهادت زندگیم رو شنیدین میدونین که من از چه چیزایی گذشتم. و همچنین مادرم چی کشیده. اون زانو زد. در مقابل مادرم وقتی رسیدیم خونه و دستش رو گرفت. اون گفت معذرت میخوام. و همین کار رو بعد از اون برای منم کرد. دوستای عزیز، من برای اینکه ضعیف هستم و دارم گریه میکنم معذرت خواهی نمیکنم، چون که اشکالی نداره که ضعیف باشم. اگر ما ضعیف هستیم وقتی عیسی مسیح رو توی زندگیمون داریم، پس ما قوی هستیم. بعضی وقتا خدا میاد و با روح مقدسش ما رو میشکنه، قلبمون رو آب میکنه و میگیرتش رو و مثل خمیر بهش شکل میده و در قلبمون کار میکنه. و اگر قلبتون سخت شده اون باید بشکنتش. اگر شما نمیتونین خم بشین پس شکسته میشین، ولی اگر ضعیف هستین پس شما قوی هستین. امروز در هر تجربه‌ای که هستین میخوام دعوتتون کنم به صلیب، به پاهای عیسی. برین روی زانوهاتون و همه مشکلاتتون رو بهش بگین. تمام دل شکستگی هاتون رو، تمام دردها و زخماتون رو و بهش بگین من ضعیفم. قوت خودت رو بهم بده. خدا برکت بده. تا بعد.